تو برای خواهی مالی دوست دارم پشمای سید علی را دنبال علی دوست دارم ای خواهی تو هر شب روی لبهای من آقاس دلی آقای من من پروین پر پوخم دخمات تو مخم من پروین پر پوخم پشمات بروخم ای تو برای من نفس خواهیت و میمالم و بس دل کندم از همه کس وارونی میدم یه نفس از وقتی که من کونیم توی خونه زندونیم مردا میخوان فرم بدن زنا میخوان جرم بدن ای رو اینجا براتون ضبط میکنم و امیدوارم که بتونم بذارم در فضای یوتیوب. امیدوارم که بمیری زودتر. پروین پر پوخ پوسیده پلاسی پروین پر پوخ پلاسیده پوسی پروین پر پوخ پوسیده پلاسی پروین پر پوخ پلاسیده پوسی ببین چی میگه اومده چی میگه اولشو گوش کردم خیلی خنده دار بود بابا تو کنی اومدی بترسونه ترک مان آمدی بترسونی مردمو آره زنی که یک کون داریده تو هم بیسته بکر بیده خارکسته اونشو قیافت ببره خب یه نکته رو میخواست راستی قبل از همه چیز تحلیل کرد سننت تحلیل کرد سننت امیدی حال کردی تحلیلگر چه آقا تحلیلگر حال کردی جان من حال کردی کیف کردی یعنی تصور کنید این آقای تحلیلگر با اون قیافه انش سیور این چیز بود گیر این کانال من بود باز میکنه اون آهنگر گوش میکنه فرض کنی آهنگر گوش میکنه دهن تحلیلگر کونه زنت کونه ننه تحلیلگر چه حالی میشه تصور کنین تحلیلگر آقای تحلیلگر چنان کونه آتش گرفته بود که همون شب دست به کار شد این ور بگرد اون ور بگرد کونه بکن تو آب سرد اصلا بحشتناک به درد در اومد الان داری گوش میکنی تحلیلگر سننه دارم برای حالا من تو رو ورد میکنم خارکسته ببینیم پروین پر الان برو سراغ پروین پر بود بیا استرایک بده بیا استرایک بده بازم من کنه تو رو میذارم ببین من الان چند نفر دارم 17 نفر با 17 نفر باز کنه میذارم من باز کنه میذارم اصلا برای من مهم نیستش که من کنه میذارم ببینی چی این جنم رو اینو گوش کنی این انا گوش کنی چی میده تو رو خوده یعنی که این خانم مثلا تخصصش هم ارتباطات سیستم های مخابراتی این چی میگه این بی سوادیش رو که من بارها بهش اشاره کردم و اینجا گوش کن مخصوصا آقا پژمان جان شما گوش کن این چی میگه مثلا در همینجا بگم دلیلش که من اینجا دچار مشکل شدم با بارگذاری برنامه هام در فضای یوتیوب یا کلن در فضای بارگذاری برنامه با بارگذاری آبگوشت تو فرقشو میدونی این ترکمان ره پروین خاله پروین دیوونه مجازی پوسیده پلاسی اینه که من با تلفن همراه هم هاتسپات میکنم باید توجه داشته باشین کسانی که اینترنت ثابت دارن در منزلشون وصله به تلفنشون حالا از اینترنت فایبر اپتیک فیبر نوری این چیزا پرسرعت خب این یک موضوع امنیتی درش هست و اون اینه که اون اشخاص وقتی که وصل هستن به اینترنت خیلی آسونتر میشه اونا رو زیر نظر داشت اگر که مرتبط باشن با افراد فتنه‌گر و سرکرده های آشوب و لیدرها جان ما زیر نظر داشت کیا گیگیریا مادر قبا هر کنون صدایت من رو مشنویم بگردیم من رو پیدا کنیم خارکستا زیر نظر داشته باشیم من یه نوران لیدرام دوستان
تخمتون هم نمیتونن بخورن، یعنی اینا انقدر گاون تخمتون هم نمیتونن بخورن. اگه بتونستن بخورن که اینترنت رو نمیبستن، فیلتر نمیکردن که تخم بود. مال این حرفا خفش داری میترسونی زنی که کونی پروین پره پوخه کن پاره آشقال کله نفر بی چی گفت. اونایی که با سیستم پرسرعت چیز دارن، اینترنت پرسرعت دارن، زیر نظر گرفته میشن که توسط گیگریه، توسط مثلا یکی مثل تحلیلگر میگرده اینور میگرده اونور، استرایک میده که من مثلا عصبانی کنه من بیام ازش شکایت کنم، منم میگم آناناس تحلیلگر درخت کونت کردم، تو کونمونت کردم درخت. کسایی نفهمه بیشور با این مغزتون سیستمتون داره به ان میشینه. کونیا این نفهم چجوریش 40 سال دست شما کونیا بوده، من دیوونه میشه. بنابراین اون جریان امنیتی ما چه بسا با اینترنت ثابت رو زیاد قطعی وصلی نداره و این موضوع براش پیش نمیاد، ولی با اینترنتی که از طریق تلفن همراه مرتبط میشه، حالا تلفن همراه که به چند تا تکل مکل وصل میشه که کنی تا این دیگه میری اونجا اونجا میری اونجا هی باید عوض کنه بی تی اس می تی اس عوض کنه. حالا شکل کن تلفن همراه که بازتره منبعش. چرت و پرت میگی واسه خودت، تو درس کجا خوندی سیستم های مخابراتی؟ را شکل کن زنی که پوسیده پلاسیه، پلاسیده پوسی موردشو قیافت ببره، فرق بارگذاری آبگوشت و بارگذاری برنامه میدونی تو؟ خب اون تلفن همراه میتونه دست هر کسی باشه و میتونه هر سیم کاردی هم تو اون باشه، با اینکه سیم کارد به نام یه شخصی در واقع ثبت میشه. پیرش هم نمیتونم بخورن. سیم کارد تو رو من ورزشتم کردم تو گوشی خودم، یه لگت تو کنه دو زدم گوشیت افتاده، سیم کارت رو کردم گوشی خودم، رفتم عشان ریدم به هیکل خامنه ای یه چی فیلم نافرم گذاشتم روی یوتیوب، رفته اونور اینترنشنال پخشش کرد و اینا، اصلا میگردم میاد سراغ تو خان، تو انقدر گیگیری ها تو رو میزنن چپار میزنن که بیه جور دوربین پروین با همون فستر صورت زخمی درب داغون له شدی. تو رو معرفی میکنم به عنوان عامل موساد. این همچین خارکوسایی انگیرشون نیفتدی. البته منم نیفتدم ولی میشناسمشون خوب، خارکوسایی خراب میشناسم. میگردن سیم کارت کی بود اینجا رادیو بکردیم آقا، ما رادیو بکردیم آقای حیدر و صفحت حاجی آقا، حاجیه بابا رئیس اطلاعاتشون، حاجی رئیس باشگاهیه، حاجی باشگاهی ما مایکل پیدا کردیم، مایکل کیه؟ مایکل همینی که میرفت اسرائیل برمیگشت دیگه، با یروش قیافه شبیه خارجی ها بود، خارکستایی بیناموس پدرستگاهی بیشتر، تو روحتون ریدم مذهبی ها، ان تو مغزتون ما در قبه ها میزنن انتقاد، میست سیم کارت خدا نکنه مال تو باشه، مراقب باشه گوشید کسی ندازده، یعنی اگر تو کنت نزنه سیم کارت جا به جا کنه، حالیت نیستی و مثلا گوشید رو برمیداری، سیم کارتش یه رو تو گوشید گرفته، خانم بده زنگ بزنم سیم کارتش عوض کرده مال تو. خب رفتی یا علی وزارت اطلاعات میان دنبال، اصلا حالیشون نیست، رو زمانی خانم زمانی که شروع میکنن زدنه، انقدر میزننت که بیای بگی من مامور موسادم، از اول مامور موساد بودم، عکس خامنه ای نمینداختم مامور موساد بودم، بچگی من مامور موساد بودم، یه همچین کونیایی یعنی حالیشون شعور دارن، ماموراشو رو نیا کن انن انه تو کت و شلوارن. خال کسای کونی چقدر اینا من بدم میاد، برای اینکه بیشعورن. اگه این سیستم ببین مخوف بود و شعور داشت، انن آخه لامصبای کونی، انن همشون دوستان بلا استثناء، این خارکسته های تو تصویریشون رو نیا کن و تحلیلگر رو نیا کن، باشون رو این در تحلیلگر مثلا عصبانی است هم نیست به خدا تحلیلگر. تو معذرت میخوام ببخشید، من اگه کسی خانومی چیز داده من ایشون معذرت میخوام، تو چین و چوره که روی دو دستگاهی سیخ بشه رفتی فهمیدی تحلیلگر، اصلا تو چیز این همین کنیه که میان مثلا چیز این 23 اجرا میکنن، دیدی قیافه ها رو کونی های عقب افتاده چه شکلی هم چجوری حرف بزنن، یا مثلا یه رو خارکوسی هست توی ایتالیا هنوز هم هست، حمید معصومی نجم رام ایتالیا حمید سزاسی من ایتالیا، یعنی من دوست دارم این حمید معصومی نجم رو ببینم، اون چیزی که اون دوربینه که میذاره رو پایه
بگیرم سر تپ، اول بتپونم بازور تو سوراخ کونش، خب بعد انقدر بزنم تا بمیره. پدر سگ ما کوتوله ان مادر جنده رو. مامور اینا بود برای کسافت کاری، ما گزارش کردیشون بود. خبرگزاری اتصاد آسیمانی تماری اسلامی حمید معصومی نشان رو چند سال اونجا داری کون میده مادر جنده. تو داری بچه ایرانی میترسونی؟ چاپ حاله خواهم بگم از این نظره که خیلی از شما میگه که خواهم زمانی شما میتونین این فیلتر شکن رو بذارین، خواهم زمانی شما میتونین اون کار رو بکنین. خب همین فکر ما اینه که میام پیش تو، خب گیری هم دیگه داری اونا رو هم میترسونی که نرم ببینن چه وضعتون افتضاحه. کی بهت گفته اینا رو این کار رو بکنی؟ تحلیلگر گفته. آره خارکوساس ها، تحلیلگر خیلی خارکوساس. خب گیگیری ها رو داره میترسونه. گیگیری ها میرونه که گیگیری ها ما فیلتر شکن باید برم بدبخته دیگه. خب همون عبراری کونی نفهم گفت من کونم پاره میشه تا این نیستین چرت پرت همون بزنم رو یوتیوب. هارکوست های خر حداقل واسه نیرویی که خواست داره کار میکنه یه ترفندی بذاری. ریدم دهنتون بابا علی خامنه ای، چه کونی هستی تو؟ این چه طرز کون دادنه؟ بیشترشون میدونم و من ازتون تشکر میکنم و سپاسگزارم که سعی میکنم کمک کنین. ولی خب این الان موضوع ما همینه که این ارتباط این فتنه‌گرا و لیدرها و این سر پدر کسپاره بی ناموس حرام زده. فتنه‌گرا چیه؟ مادر جنده بی غیرت بی ناموس، بچه های زیر سن مردم کشتن، کسکشت بی ناموس زنی که جنده پتیاره. خجالت نمیکشی تو؟ سر کله اینو باید کوبید یه جا له کرد کسافتو. کار خودمه پروین، میام سراغتا. من دیوونه هم پروین ها. خب الان یک کم تو کار تحلیلگر خارکستم. خب عصبانی که این چرت و پرتا بگی نشستم برنامه تو میبینم پمشه میام ها، میام ننه تو میکنم تو کونتا کسکش کسافت سپرده ها و این اجنبی ها و این دشمنان و این براندازان و این ها. یه هم مثلا یه هم مثلا میبینن گیری ها خانم زمانی چرا آپلود نمیکنی؟ خانم زمانی کجایی؟ خانم زمانی ما منتظر تیم امیدانا که کی رزد بهمون. خانم زمانی تو بیا. یه هم خانم زمانی درخت کونشه تو بیلا. من باشه من چیزا سیستم کارم اینجوریه، مطمئن باش کار منه. اگه دوستان من یه روز مثلا خبرش شنیدین که پروین زمانی در حالتی کشته شده که یه درختی چیزی تو کونشه، خب این کار منه. حالا نه یه نفر انجام بده آقا. میگم این شیبه خوبیه، منظورم اینه که شیبه خوبیه. آقا واسه چی بکشیم؟ مگس دیگه رو بز میزنه، مگس ماده. مرتبط هستن با دستگاه جاسوسی بیگانه، ارتباطشون با هم دست جاسوسی بیگانه و مرتبط هستن. ارتباط منصور رسولی و عکسش رو ببین تو کانال من. این منصور رسولی گوشتم که تو ارزشی مادر جنده به نگاه کنی بیادت بیاد که این چرت پرتا نگی بی ناموس. تا خشتک شورت منصور زن خامنه ای رفتن، میدونستن داستانشو، رفتن رد پاشون رو پاک کردن رفتن. گذاشتنتون به امون خدا میافتین دست مردم کنمون مردتون نمیذارن. فهمیدی چی شد؟ گرفتی چی شد فرمید؟ باز زر بزن قطع بشه الان اینه. ولی امیدوارم که در دراز مدت یه فکر اساسی به حال این موضوع بکنیم. همونطور که در برنامه ها گفتم فرکانس این فتنه ها بالاتر رفته و مطمئن باشین که دوباره چند ماه دیگه یه دامدام جیم جیم دیگه درست میکنن. دامدام دیم دیم چی چی کنی یه نگاه خاک تو سه دامدام دیم دیم بود بر واجب شدی یه گوشمالی به تو بدم. من کجایی؟ ما در جنیجا بگو کدو شهری ما سر راست بیام سراغ تو سر این که پتیاره دامدام دیم دیمه این حرم زاده. بچه های مردم میگم کشتن خون کونیه مادر جنده چه زنی که پتیاره پوفیوزی هستی تو انی آخه. ولی چون زبان اون حکومت انی باید کشید از حلقومش بیرون بالاخره تا رو دیگه پروین. خب ولی خواهر بدبختی اینه که آدم بیاد تو رو مثلا بزنه انت هم کنه دیده وضعیت تو دیگه. اون گیگیری ها اصلا نمیدونن، اصلا کاری به تو ندارن. اگه کاری داشتن خواهر که برسر یه خط میام اینترنت بدون فیلتر، اینترنت خط صاف، خط پاک به قول خودشون میدادن به تو یه گویی بخوری حداقل واسه نیروی مثلا روی واسه کی کار میکنه؟ واسه چی میمالی اینا رو؟
پدر سگ خر خود نما، خاک تو سرت تا آخرین روز عمرت، تا دم پیچ پی زراتو داری همین کونه میدی بی شعور. قیل قال دیگه و اینا، در صورت امیدوارم که یه کارهای دیگه ای رو ما بتونیم بکنیم. حالا امیدوارم امیدت را خدا ازت نگیره. حالا دیگه خفه شو، دیگه اصلا مهم نیست چی گفتی، تا همینجش خنده دار بود دیگه. گفتش ترسون با اینترنت هم چیز معنی به یعنی میره تو الان ترسیدن، مثلا با این مرا پیدا میکنه، گریه مرا پیدا میکنه، به خدا اگه بتونن تخمتونم بخورن، تخمتونم سمت تون بخوره، اصلا نترسین. یه ده بند خدا میترسن کامنت، میترسیدن کامنت بذارن لایک کنن ویدیو تو. این کونیا داستانمون چیزاست دیگه، داستان عقب افتاده است آقا عزیز من. داستان یه بار میخواستم تعریف کنم، خیلی طولانیه، خیلی یعنی مشروح میشه گفتین. داستان ما ایرانی ها اینه، یه عقب افتاده توی چاله چاه هم نیست. خب ما ایرانی ها داستان ما اینه، ما یارویم داری توی تاریکی حواسش نیست گمراه میشه، یه لحظه میفته تو اون چاه وسط های را خودشو میگیره، اینجوری خشتک باز اون وسط بینیم دیگه، وسط هایی رو برای اینکه مثلا خیلی میگونی جای عمیقه وحشتناکه، خب الان بره پایین مورد دیگه، وسط هایی رو مثلا میگونی چه گویی خوردم. خب مثلا مردم ایران که مثلا دیگه تمون 6-7 سال اول فهمیدن چی، بعد جنگ حداقل فهمیدن این آخوندو مداربا همه فونی همه تو بشکی رفتن، مداربا هنوز نفهمیدن خیلی ها تو بشکی رفتن. خب میمونه یارو بین زمین و آسمون میمونه، یعنی خود دست چنگولی میندازه به این مرمور رو پاشم میذاره، میخواد حرکت کنه، کم کم بیاد بالا. خب میخواد بیاد بالا، اون بالا چراغ مثلا یه نور ماهی چیزی میده، میخواد بیاد بالا، تا را میفته یه صدا همون صدای وحشتناک میاد، میگه بری بالا میکشمت. یارو بدبخت میچسب به تخمه زیر گلوش، میترسه، بعد دوباره باز توی فضای بیرون معلق باز توی چونش داره پاره میشه. یا مثلا فرض کنیم ورزشکار هم هست، خودش یه جوری نگه هم میتره 43 ساعت، 48، 45 ساعت فرض کن اینجوری وامیسته اونجا، کونش دیدی تر پاره چون محلی میخواد بره پایین دیگه. اصلا مثلا میگه که باید بذار برم طرف پایین ببینم چه جوری، مثلا یه جایی هست مثلا اون تاریکی من واسم تورم داره پاره میشه این وسط هشتگ تا میخواد حرکت کنه بیاد پایین، دوباره اون صدای میاد دوستان، میگه این دفعه چی؟ بیای پایین میخولمت. آقا این بدبخت 48 ساعت اونجا، 43 ساعت اون بالا و اون وسط چا مونده، چاهکه تازه، چاه نیست. خب دیگه کار به جایی میرسه مثل امروز میشه، مثلا ایران امروز میشه دیگه، توان نداره اصلا بمونه اون وسط. خب بالا هر موقع میخواست بره بالا این صدا میامد، بری بالا میکشمت، بری بالا میکشمت. پرمین اینجوری میگو، خب تا میخواست بیاد پایین خوش رو دیگه خب پدرش داشت در میامد، دیگه همه وجودش شده بود خستگی، تا میخواست بیاد پایین دوباره اون صدای میامد، بیای پایین، بعد میپیچی تو این چه ها، بیای پایین میخولمت. خب دیگه اصلا توانش رو از دست میده، سر میخوره، میگه آقا برم پایین ببینم این صدای آدم، یه خود عقلش رو به کار میندازه، میگه صدای آدمه، آقا بیا برم پایین ببینم چه جوری من میخوره، برم بالا که میکشته من، میکشه منو، خب خطرناکه، برم پایین شاید ببینیم صحبت کنیم آقا نخور ما رو مثلا، بعد این شیر نیست، گوز نیست، چی صدای آدم میاد. بالاخره این تازه دیگه توانش رو از دست میده، میفته اون پایین، میبینه اولا چاه انقدر وایل نیست، گوش میدی فرمین انقدر عمیق نیست، بعد چیزه پاش میرسه به زمین اصلا خشکه. خب دست میکنه جیبش، مثلا این اندکه چیه، مثلا چراغ قوه هست، یه کبری در بیاره بینه تو تاریکی روشن کنیم، بینی صدای میاد همچنان، بینی آقا اومد پایین، باز یارو داره صداش میاد اون تا میاد که بری بالا میکشمه، بیای پایین میخولمه. گیلی بود چراغ روشن میکنه، این تو فندق اینجوری میزنه دوستان، روشن میشه میبینی تای چا این سینه دیواره چا این قنات بوده. یه دونه گیگیری یه بسیجی نشسته، میتون کاروان بسیجی رد میشه، یه لاشکونش افتاده تو اون چا. خب بسیجیه افتاده منگول هم اصلا دیگه، چه مثل تحلیلگر مثلا، بری بالا میکشمت، صداش میپیچه تو چا، لاشکون دماغش آویزون بوده دوستان، این کارکسه پسر عقب افتاده پروین، این دماغش آویزون بوده، بعد
این حالا یارو تا اصلا نمیفهمه چی فندک رو میزنه روشن میکنه میبینه این با دماغش داشته صحبت میکرده خارکسته، این آب دماغش آویزو بوده میبینه بری بالا میکشمت بیای پایین میخولمت. خب فندک روشن میکنه بازی میفهمه کون یا پدر سگ تو بودی، من 48 ساعت کنم 43 ساعت کنم پاره شد اون وسط، تو میخواد بزنیم یا امو در خدا نزن امو، من 5 روزه این پایین غذا نخوردم، من داشتیم میرفتیم به رهبری بچه ها رفتن من افتادم، تو رو خدا تو رو خدا من نجات من پیدا کردیم. دوست داری بزنی سرشو له کنیم میبینی خوله منگل مادر قبه چند نفرم سر را کشته این کونی. اینجوریه ملت ایران الان دیگه توانشون از دست دادن دوستان، رسیدن اصلا یه حالیشون نیست این کارا، تو بیان پایین ببینن اون لاشه کون با دماغش داشته صحبت میکرده صداش میپیچیده فقط کون برات دیگه نمیذاره، عصبانی انا خیلی عصب تو مادر قبل زدی کشتی بسیجی کنی دماغش آویزون بود دوستان بری بالا با دماغش داشته صحبت میکرد. امون نزن من گشتمه، من 5 روز غذا نخورم دماغم میخواد بیاد پایین بخورم سیل بشم میمیره بالا دیر باشه عصبانی شد، داشت با دماغی صحبت میکرد. اینجوری وضعیت وقت میکرد تو اینجوری شب و روزگارتو خوش.